این اونه، اینم منه. من و اون با اینکه 2-3 سال با هم اختلاف سن دارن ولی دوستای خوبی هستن و افکارشون به هم خیلی نزدیکه. اون تو کار موسیقی و دف میزنه، منم همش دوربین دستشو عکاسی میکنه. ولی هر دو دوست دارن روانشناسی بخونن و یه کاری تو اون زمینه بکنن. اونا با هم گفتگوهای خیلی جدی در مورد تقریبا همه چی دارن، از فلسفه و روانشناسی بگیر تا سینما و هنر. این مال اون وقتیه که جوانای هنری و اهل فکر و بحث خیلی تو بورس بودن. الان نمیدونم چجوریه. اون میگه حالا که دانشگاه رامون نمیدن، کاش میشود یکی رو پیدا کنیم به همون به روش دانشگاهی روانشناسی درس بده. من میگه منم همش تو همین فکرم، کاش میشود. ایشون تازه از فرنگ برگشته، میگن اونجا فوق لیسانس روانشناسیشو گرفته و حالا که انقلاب شده برگشته ایران که خدمت کنه به وطنش. ایشون برای یه سری از بچه های منطقه من و اون کلاس فلسفه گذاشته. من و اونم تصمیم میگیرن تو کلاس شرکت کنن. چند جلسه که از کلاس میگذره، یه روز سر کلاس یواشکی من به اون میگه ایشون انگار هنگ کار ماست، بهش بگیم. اون میگه منم همش تو همین فکر بودم، بعد از کلاس بهش بگیم. کلاس که تموم میشه میرم پیش ایشون و بهش میگم. ایشون مثل همیشه یه قهقه بلند از ته دل میزنه و میگه باور نمیکنید اگر بگم منم دقیقا توی همچین فکری بودم. من و اون بیشتر از 3 ساله که هر 5 شنبه بعد از ظهر این سربالایی تجریش تا بعد از قبرستون ظهیرالدوله رو پیاده تو سرما و گرما میرن تا به خونه ایشون برسن و حتی یه هفته هم کلاسشون تعطیل نشده. اون سربالایی رو باید رفته باشید تا بفهمید من چی میگم. این وسط هم هر وقت میتونن قاچاقی میرن سر کلاسای روانشناسی دانشگاه تهران. خب یه وقتایی هم استاد میفهمه که دانشجوی رسمی نیستن و عذرشون رو میخواد. جامعه در اقلیت اونا که دیگه از تغییر اوضاع و به هر دری زدن برای دانشگاهی شدن جوانای محروم از تحصیل خودش ناامید شده، تصمیم میگیره برای خودش یه فکری بکنه و مؤسسه تحصیلات عالی رو با استفاده از اساتید اخراجی خودش که تعدادشون کم هم نیست پایه‌گذاری میکنه. ایشون که هم علمشو داره و هم شورش رو به هیئت علمی این مؤسسه میپیونده و به من و اونم میگه بهتر شروع کنن روانشناسی رو آکادمیک با همین مؤسسه بخونن. همون موقع است که من ازدواج میکنه و مشغله های زندگی انقدر زیاد میشن که دیگه فرصت کلاس رفتن و درس خوندن رو پیدا نمیکنه. اون ولی شروع میکنه به درس خوندن، خیلی هم جدی و پیگیر درس میخونه. چند سال گذشته، دست تقدیر هر کدوم از این 3 نفر رو به یه طرف کشونده. حالا من اون سر دنیاست، تو امریکا. ایشون هم یه تحولاتی در زندگی شده و رفته انگلیس و اون هم جزو اولین نفراییه که لیسانسشون رو از مؤسسه تحصیلات عالی گرفتن و حالا برای دوره فوق لیسانس بورسیه شده و رفته کانادا. چند سالی از این جریان گذشته، یه روز تلفن خونه من زنگ میزنه. من گوشی رو که برمی‌داره می‌بینه اونه از کانادا.
اون میگه که فارغ التحصیل شده و داره برمیگرده ایران و سر راه برگشتنش به ایران میخواد یه چند روزی هم بیاد این طرف برای دیدار دوستان و فامیل و دوست داره من رو هم ببینه. من خیلی خوشحال میشه. من همینطوری که با اون قدم میزنن و از دور به نمای زندان آلکاتراز نگاه میکنن میگه حالا واقعا مطمئنی که میخوای برگردی ایران؟ اون با خونسردی همیشگیش میگه چی بگم والله، حالا میریم ببینیم چی میشه. به هر حال من متعهدم که برگردم و این همه زحمت و فداکاری رو یه جوری جبران کنم. این اونه تو ایران. حالا یه مؤسسه برای کمک به خانواده ها و آموزش روش های ارتباط بدون خشونت باز کرده. خیلی هم از کارش راضیه. چند تا کتاب هم در این مورد نوشته و ترجمه کرده و چاپ کرده. و در ضمن توی مؤسسه تحصیلات عالی که حالا اسمش عوض شده و یه اسم خارجی داره، روانشناسی هم درس میده. این اونه جلوی مؤسسش، خوشحال از خدمتی که داره به جامعهش میکنه، خوشحال از تغییری که داره تو جامعهش ایجاد میکنه. این بازم اونه، بازم جلوی مؤسسش، ولی این بار گیج و مبهوت. این بار با دستبند به دست و دوتا مأمور در کنارش. و این اونه تو زندان نشسته و داره روی کتابی که در آینده قصد چاپش رو داره کار میکنه. چه جایی بهتر از زندان برای این کارا؟ ولی این فقط اون نیست. زندان پر از اونهای دیگه، اونهایی که به امید زندن، به امید داشتن یه جامعه بهتر، یه جامعه بدون تبعیض و خشونت و نابرابری ها، به امید اون روز. Thank you.